سلام برنامه انتخابات، من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستم. با تکمیل نماینده های حوزه کابل در پارلمان افغانستان انتخابات هیئت اداری رئیس امروز تدویر یافت، اما کس نتانست رای به دست بیاره و قرار است افراد تازه خود کاندید کنند و افرادی که در این دور خود را کاندید کردن و رای نتانستن حق کاندیداتوری دور دوم را ندارند. حالا بحث و اما اگرهای زیاد نسبت به پارلمان افغانستان در بیرون بین جریان‌های سیاسی و افکار ما وجود دارد که دست کی در درون پارلمان بلند است؟ حکومت شاخه ارگ، حکومت شاخه ریاست اجرایی، احزاب سیاسی؟ و آیا این پارلمان به گونه چالش برانگیز و مانع رفتارهای غلط و غیر قانونی حکومت خواهد شد یا متمد کارها و به گونه توجیه کارها از بود نماینده های مردم؟ و بس نهایت مهم دیگی که چی چالش ها و چی کارهای بزرگی در برابر پارلمان موجود برای اجراعات آنی باقی مانده که پارلمان روی از او تمرکز کنه. محور بحث امشب ما روی تمامی فاکتور ها. قبل از اینکه بر استودیو برگردیم، همکارای بخش خبر ما گزارش مرتبط دارن. سرانجام تمامی اعضای مجلس نمایندگان زیر یک چتر قرار گرفتند. پس از تکمیل شدن فهرست نهایی انتخابات مجلس نمایندگان، قانونگذاران نخستین دور گزینش رئیس این نهاد را برگزار کردند. عمر نصیر مجددی، کمال ناصر اصولی، میرحمان رحمانی و میرویس یوسنی از نمایندگان یعنی که در این دور برقابت پرداختند. امیدوار هستم که بتانین نماینده یا رئیس و یا خادم را انتخاب بکنین که بتانه مدیریت خوبی بکنه. رئیس را به تمایلات اندیوالی و قومی نخواد انتخاب کردین، باورمند هستم. مجالس عمومی مجلسی جرگه بیانگر آرا، نظریات و خواستهای بر حق ملت افغانستان می باشد. در همسایی با کمیسیون های محترم مجلس و با توجه به اصول وظایف داخلی عمل خواهیم نمود. اگر منتخب شدم امرای حکومت نه مخالفت برای مخالفت، ولیکن مخالفت برای اصلاح، نه موافقت برای موافقت، ولیکن موافقت برای اصلاح. سرانجام پس از اعلام برنامه های نامزدان روند رایدهی آغاز می شود. در این دور انتخابات میرحمان رحمانی 75 رای، کمال ناصر اصولی 69 رای، میرویس یاسینی 59 رای و عمر نصیر مجددی 7 رای به دست آوردند. اما هیچ یکی از این نامزدان نتوانستند با کسب 50 جمع 1 رای سمت ریاست مجلس نمایندگان را از آن خود کنند. در آرای استعمال شده 244 نماینده در مجلس 28 رای باطل و 6 رای سفید نیز بود. 50 جمع 1 کاندیدای ما پره نکردند، دیگه هیچ کدامشان فعلا برنده شناخته نمی شوند. میرحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی دو نامزد پیشتاز دور نخست انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگانند که روز شنبه برای راهیابی به کرسی ریاست با هم رقابت می کنند. اما هرگاه آنان نتوانند اکثریت آرا را به دست آورند، این دو نامزد از و بار دیگر شماری از اعضای مجلس خودشان را به این سمت نامزد خواهند کرد. میگم حالا خود جلسه را ما ختم کردیم. دوباره خوش آمدید. بس با ما جناب آقای دکتر عبدالقادر سکندری، عضو ارشد حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، امان الله پیمان، عضو پیشین مجلس نماینده ها، و محمد علی اخلاقی، عضو ولس جرگه افغانستان که لحظات بعد با ما خواهد پیوستن. بس را از آقای پیمان میخواییم آغاز بکنیم. حالا در درون تا به حال را مطمئن هستیم که اخبار و رویدادهای درون پارلمانی را تعقیب کردین. چقدر دست حکومت در پارلمان بلند خواهد بود تا هیئت اداری بیشتر هم سو با خود بتونه اعمال نفوذ کنه؟ به نام خدا. سلام خدمت بیننده های عزیز و میهمان گرامی و شما و همکارانتان. ما فکر میکنم که بیاین دیگه پارلمان نگویم، چون هر روزی که ما پیش میریم و انتخابات تازه را در کشور می داشته باشیم، میخوایم یک تجربه تازه را ما انجام بدیم در راستای دموکراسی سازی از این کشور، میبینیم که بحران جدیدی شکل میگیره، بحرانهای جدیدی شکل میگیره. امیل از ببینین که مثلا اعضای کمیسیون همه به سران، ولی هر دو کمیسیون معرفی میشن، ولی برعکس نتایج اعلان میشه و شورا شروع میشه. ما امروز هم در یک جایی کمی بحث بود، ما گفتم ببینین یک قاضی فرزن فتوا بده که معذرت میخوام که شراب حلال است،
ولی شما از شراب نوشیده میرین اما قاضی رو به سارانوالی و به محاکم و به اینجا معرفی میکنین که خب تو برو جواب جرم تا بده، در حالی که جرمی از او را شما حلال دانسته و اجراعات میکنین. من فکر میکنم که در این دوره دو مسئله در داخل شورا بیشتر نقش خواهد داشته که مسئله پول که از همه کده عمدتر خواهد بود که او علی کسایی که به اونجا راه پیدا کردن به هر گونه بوده بیشتر سرمایه. امروز هم نتیجه معلوم کرد که آقای رحمانی مثلا بیشترین آرا را داشت، در حالی که آقای رحمانی 7 سال با ما وکیل بود، یک روز هم شاید شما ندیده باشین و ملت افغانستان و موکلینش که امین مایکش چالان شده باشه که یک بسم الله الرحمن الرحیم گفته باشه که ما هستم میدارون. خب وقتی که پول داره بیشترین آرا را میگیره. یکی این نقش داره و مسئله حکومت هم جدی هست، به می دلیل هم بود چند دلیل که یکی نظام مشروعیت ببخشند که آلی از یک طرف گویا در حالت مذاکرات در قطر و جاهای دیگری برای دنیا نشان بدن که ما یک نظام مکمل داریم، اما ابعاد دیگری شکی چقدر به این وطن به کشور صدمه میزنه در نظر نگرفتن. ببینن من فکر میکنم تعهدات زیادی از اعضای فعلی مجلس نسبت به اینکه آینده همسویی با همی حکومت داشته باشند گرفته شده. آیا فکر میکنین که حکومت هم به گونه مورای خود از سپورت یا حمایت کنه تا بتونه از اونا در رأس قرار بگیرن؟ قطعا این کار میخوان. خود آقای رحمانی هم یکی از کسایی است که از مورای حکومتی است، قراردادهای کلانی از بگرام تا اینجا تا اونجا شرکت داشته و این قراردادها را از آغاز داشته، امکانات وافری داره. بینن یک آدمی که مطلقا به اصلاح با حفظ احترام برادری که ما داریم که از لحاظ سواد و مثلا ارزش های علمی محروم است بیچاره، خب میارن که مطرح میکنن. خب طبیعی است که هم باری حکومت از لحاظ اقتصادی کمتر میشه و هم یک کسی که فردا باز بسیار وابستگی های اقتصادی داره که باید ایرا نیازمند باشه و پاسخگو باشه برای حکومت. اما فراموش نکنین که من تنها شورا را نمیگم، همیشه ما صدا زدیم همه نهادهای ما، حتی امینایی که قانون اساسی میگن امین قانون اساسی را در وقتش بسیار، ولی ما با تمام عبادش احترام داریم با تمام ارزش ها، امی قانون اساسی را بردن بعد از پاس کردن در لوی اجری امیر جعل کردن. فعلا امی قانون اساسی را که میگن سر وزارشان سرپرست، اعضای استرام حکم ناتکمیل، حکومت وحدت ملی در کجای قانون اساسی آمده؟ حالی احترام از بود حقوقی مشکلات خیلی زیاد هم وجود داره و تقریبا بحث های زنجیری هم نسبت به این تا بالا شده. اما آقای رحمانی با عنوان پولدارترین فرد به قول شما که حمایت حکومت هم داره نتانست رای بیاره و قرار هم نیست که بار دیگه اینا نامزد شوند به اساس طرز العمل اصول داخلی پارلمان افغانستان، روسی جرگ افغانستان. حالا گام دوم چی خواهد بود؟ آیا طرف های ضد حکومت یا طرف های رقیب حکومت یا نماینده هایی که به گونه چلنج کنه حکومت را در درون است که اونا هم مجال رفتن به ریاست داشته باشن؟ بسیار تعدادی کم است، ولی خب به هر حال اونایی هم که با نوی با حکومت خود مخالف تصور میکنن به نوی کمپرومایز کرده گیستن و با حکومت همسو هم نواستن. حالی نمیفهم بعد از اینکه به اصلاح مقام های حیات اداری برسن باز چگونه موضوع منظور دان از همسویی تاثیرپذیری اعلام نتایجی بود که بیشتر فلتر نشد از این جهت فلتر نشد بیخی عمود بود. کسایی که با حکومت بیشتر رابطه داشتن با تفاهم کردن رفتن با عذر و با معذرت با پوزش خواهی از گذشته های خودشان در چیز آمدن، بالاخره به گونه ای آمدن به نتایج آمدن. حالا نتایج کابل ببینید، نتایجی را که کلش باطل کردن دیگه کردن و تمام آرا را از سر گفتن میشمریم، ده 8 ماه 9 ماه این نتیجه را که یک طفل تولد بشه اینها به نتیجه نرسیدن. امی کمیسیون ها چگونه بود در چند روز به نتیجه رسیدن؟ خب طبیعی است که امینایی که دوباره راه یافتن و بزیارم که کشیدن دلیلش هم است که اینها به نوی با حکومت هم خصوصی کردن، تعهد کردن، حتی پیمان کردن، شاید بیشتر از اون تعهدات جدیتر کرده باشن. ما فکر میکنم که این دوره اعضای حکومت، اعضایی که در شورا رفتن به هر گونه که رفتن بیشترین کسایی هستند که انتخاب خود حکومت بوده و حکومت در آوردنشان نقش داشته، نه انتخابات و آرای مردم افغانستان. بسیار تشکر. حالا یک انبوهی از مسودایی که باید به تصویب پارلمان از قوانین برسه و سرپرست وزرایی که بیشتر فاجعه است در افغانستان و کارهای خیلی زیاد، چقدر حاکمیت قانون و تمثیل اراده مردم ممکن است در برابر عملکردهای غلط از مجرای پارلمان شکل گرفته بتانه؟ قبل شما آقای سکنه
به نام خدا. به اجازه جناب وکیل صاحب، شما و دوستان حاضر در استودیو سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. من باورم که سه کاتگوری وکیل در پارلمان جمع شده در این دور. یک بخشش سیاسی و حزبی هستند که از احزاب آمدند، یک بخش از این تاجر است که اینا بر اساس تعامل و سود و فایده خودشان پیش میرن، یک بخش دیگه هم افراد هستند که به نوع پایگاه مردمی داشتن و از آدستون آمدن که تعدادشان محدود است برای این مجموع. بنابراین این سه کتگوری در داخل، کتگوری اول نشان داد که تاجرها و سرمایه‌گذارها فعلا در پارلمان افغانستان گپ بزنن به نتیجه‌ای که امروز اعلان شد، اما نتیجه‌ای که امروز اعلان شد نشان داد که تاجرها و سرمایه‌گذارها نتونستن تاثیرگذار باشن. نه، تاثیرگذاریشون به این معنا نیست که حتما بعد ریاست را بگیرن، همین که در داخل پارلمان تونستن مثلا آقای رحمانی 75 رأی وکلا رو میگیرن، این اکثریت بالاترین رأی از بین دیگرا و 75 رأی آنی میتونه میزان نفوذ ازیره در پارلمان داشت نشان بده. دقیقاً. ببین شما، آقای اصولی یک فرد سیاسی بود که در اواخر تمایل بسیار زیاد به رئیس جمهور داشت، نزدیک شده بود، صحبتای با اینا داشتن و تعاملات با اینا داشتن و قرار بود که به عنوان رئیس پارلمان حکومت حمایت بکنه که به، اما میبینیم که زور حکومت با تمام ایناش 59 رأی است در داخل پارلمان، اما روز رأی تاجر 75. اما آقای پیمان گفت که تاجر هم خیلی همسو با حکومت است و قرار داده نه، من باورم نیست که بر تاجر در کل اینا همسو با هیچ کسی نیست. امروز آقای غنی رئیس جمهور است قرار داد پس در این صورت حکومت نفوذ کم بر پارلمان دارد. بله، ما ارزیابی می است که حکومت نتونسته در اونجا نفوذ اصلی خودش داشته باشه. این سقفش هم 50-60 نفر وکیل است که اینا به نوعی به گفته وکیل صاحب تعهدشون گرفتن در اونجا آوردن، یا رأیشون کم بوده برشون زیاد کردن، یا در زمان کمپاین ها برشون پول امکانات دادن. نفوذ زیاد در همون سطح هست که انجام دادن. این ایده ای که رأی باطل دادن یا رأی سفید دادن، اینا معمولا کسانی هستن که زیاد خودشون نمیخوان درگیر با قضایا بکنن، که بین 20 نفر هستن که وکیلای هستن که خودشون مستقل رفتن و نمیخوان خودشون در جریان درگیر بکنن. صف بندی ها مشخص شده در اونجا در داخل پارلمان و آقای یاسینی یک فرد سیاسی است و رأی که گرفته کاملا از بخشای سیاسی گرفته و قطعا به عنوان یک چهره است که زیاد در این حوزه کار کرده و شناخت خوب داره. و آقای رحمانی پول داشت و تاجرایی هم که از اون حمایت میکرد کلا حاضر بودن که سر آقای رحمانی خرج بکنن. ما بعض جلسات که با اینا در جریان بودیم کار داشتن. و آقای اصولی هم یک موضوعی بود کاملا از طرف حکومت حمایت میشد برای حکومتی داخل داشت. حالا قرار فرکسیونی هم در درون پارلمان جور شوه، اما یک چالش خیلی کلان تا به حال را یا تا ایدم رفتار خیلی غلط و اوریان در تضاد با قانون اساسی و قوانین افغانستان جرم حکومت افغانستان که قرار است پارلمان جدید با تمثیل اراده خود به گونه مانعی از او شود. آیا فکر میکنین که جو ممانعت در درون نسبت به عملکردهای غلط حکومت وجود داشته باشد؟ این بستگی به هیئت اداری شخص رئیس پارلمان داره. اگر رئیس پارلمان یک شخص متعهد، وطن دوست و در این حال کسی که رئیس جمهور و یا حکومت را در جایش بشانه و او را بگوید که تو صرفا در حوزه اجرایی وظیفه داری و نظارت تو را من پارلمان میکنم و کار ما است برای کار، در اینجا اگر یک شخص در رأس پارلمان بیاید، ما آیا رئیس پارلمان میتونه تمام اعضا را امر و نهی کنه در کل؟ ببین، وقتی در رأس یک قوه قرار میگیرید قطعا به نمایندگی از همین 250 نفر تو گپ میزنی و تو تصمیم. حالا گپ زدن یکی از تصمیم بر اساس آرا است. یعنی شما جناب وکیل صاحب اینجا هستن، تجربه دارن، همه وکیل صاحب نظر شخصی خودشون میتن، تاثیراتش کمتر است، اما رئیس پارلمان و رئیس سنا وقتی نظر خود ممکن در میزان تاثیر حرف نقش خود داشته باشه، اما در تاثیر تصمیم نقش آرا در درون پارلمان داره. اگر فراکسیون های ضد حکومتی که غمسو با رئیس هم نباشن اونا یک دست شون، رئیس در اون صورت چی خواهد کرد؟ من باورم ایست که صلاحیت و موقف جایگاه خودش داره و بخوایم نخواهیم که رئیس پارلمان چی صلاحیت را میتونه اعمال کنه؟ تمام امتیازات و امکانات را که مثلا رئیس پارلمان میتونه به اعضاش بده این کارو میکنه. مثلا شما ببینین، اگر بخواد قیدات وضع بکنن روی وکلای محترم، اینا هر روز کارشون در همون مجموعه دارالانشا بند است. این خود وکیل صاحب هم هست، اینجا میبینن مکتوب میگیرن، روابط دارن، رفت دارن، تعامل دارن، معرفی با کمیسیون فقط میتونن اون رو در یک پیچیدگی
قایده های اداری درون پارلمان گیر بیارن. مجبور است. ساختار پارلمان ما قسم است که مجبور است وابسته به رئیس معاونینش باید باشه. هیچ امکان نداره. استعفای وزیرا میشه، معرفی وزیرا میشه، رای وزیرا میشه. مجبور است که فرکسیون هایی که شما نام میبرین باید وابسته به رئیس و معاونین پارلمان کار بکنن. و هیچ امکان ندارن. مگر اینکه یک فرد باشه که به این تعاملات وقت تاثیر نداشت و هیچ وقت هم طرف از او کس نمیدن برای این کار. که نه وزیر ازش میترسه و نه ازش توقعی رو داره. جناب آقای اخلاقی آمد خوش آمدین. بر بس و اول امی جو موجود پارلمان را در این انتخابات میخوایم از شما بگیریم. چی فضایی است و این فضا بیشتر همسو با کی است؟ گروپ پولدارا مثل آقای رحمانی که به قول آقای پیمان بیشترین رأی به اساس هم قدرت پولی و همسویی با حکومت گرفت یا نه فضا متفاوتر از تفسیرهای بیرونی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما مهمانان محترم برنامه‌تان ببینید امروز رأیگیری دور اول بین 4 نفر وقت صورت گرفت بالاترین رأی جناب رحمانی صاحب آوردند که 75 رأی باشد جناب اصولی صاحب با 6 رأی تفاوت 69 رأی آوردند و یاسینی صاحب هم 59 رأی و 7 رأی هم جناب مجددی صاحب ما فکر میکنیم که بیشتر در اینجا اونمو تعاملات کلان سیاسی میتونه نقش خود داشته باشه ببینید شرایطی کلی که در افغانستان حاکم به یک نحو در اینجا تاثیرگذار هست تعاملات کلان یعنی چی خب یک تعداد کسایی هستند که میگه ما اگر بخوایم در افغانستان یک تعادلی به وجود بیایه باید در هرم نهادهای قدرت از اقشار مختلف از اقوام مختلف باید حضور داشته باشه یک بحث است یک واقعیت از شما ببینید امروز رئیس جمهور ما از یک قوم است مثلا و همینطور رئیس استره محکمه و بسیاری از ریاست های دیگه می رقم است لذا یک تعداد می آیم میگه که ما به خاطر که تعادل به وجود بیایه و این به نفع کل مردم افغانستان است خوب است که در رأس مجلس نمایندگان که یک نهاد تقنینی هست باید کسی بیاید که می تعادل حفظ شود یک بحث است که در اینجا مطرح میشه بحث دیگر نمیتونیم ما بحث امکانات مادی را نادیده بگیریم طبیعی است که یک تعداد از امکانات مادی خودم استفاده میکنه و ما متاسفانه مسئله چیزی است که قابل انکار نیست در داخل پارلمان و مسئله سوم هم امو گرایش های سیاسی است که مسائل سیاسی از اقشار از اقوام مختلف ممکنه که آدم ها رو بکشانه به یک سمت که بیای از یک شخصی یا از یک جناح حمایت بکنه چرا از این 4 فرد که به اساس گرایش ها و به اساس امو سلیقه های زبانی جمع موجود در درون پارلمان هستن نتونستن رای بیارن چیز دلیلی در ارتباط به این تفسیر شد خب من فکر میکنیم که وقتی 4 نفر کاندید باشه طبیعی است که در دور اول یکی یک نفر بیای 122 رای بیاره کاری آسانی نخواهد بود کاری مشکلی است اونجا 4 نفر کاندید بودن هر کدام هواهای خود داشتن و گذشته از او کسانی هم هستند که مطابق قانون ناحق دارن که خود کاندید بکنه با اصول وظایف داخلی این فرصت داده که اگر در مرحله اول کسی ما رای لازم نیاورد در مرحله دوم بین کسانی که کاندید هستند کاندیدای جدید رقابت صورت میگیره و همینطور مرحله سوم وقتی اصول وظایف داخلی مسئله را پیش بینی کرده و قانون هم اجازه داده که هر کس میتونه در اینجا خود کاندیدا بکنه دلیلش تعداد نامزدا بود به قبل شما 4 نفر به دلیل نتونستن 122 رای نگاه کن 34 تا رای استعمال نشد به این معنا که ما 28 تا رای باطل داشتیم و 6 تا هم رای سفید داشتیم پیش بینی برای دور بعدی چی است آیا فکر میکنین که باز هم این تعداد وجود داره این تعداد محدود میشه کی میتونه دست بالا داشته باشه در دور یک نکته را میخوایم اضافه کنیم که انمی 30 چند رای که امروز استفاده نشد به نفع کسی دیگه احتمالاً از طرف کسایی بودن که اینا منتظر هستند که مرحله کار تمام نشه مرحله دوم برسه تا اونا خود کاندید بکنه بنابراین در مرحله دوم مرحله سوم اگر کشانده شوم به احتمال زیاد که ما تعدد کاندیدا را خود داشتیم 3 نفر 4 نفر قطعا کاندیدا خود بود و احتمال از زیاد وجود داره که مطابق آنچه اصول وظایف داخلی پیش بینی کرده بره در راوند چهارم که در راوند چهارم بین 2 نفری که بیشترین رای را در این دوره داشته بین او 2 نفر رای گیری صورت میگیره و هر کدامش که رای اکثریت آورد اونا برنده میشه
از مجموعه ادواره که مثلا دور اول و دور دو و دور سه بله. هر کس بیشترین رای داشت باز بله وقتی در مرحله سوم هم کسی رای نصف علاوه یک از اعضای حاضر نداشته باشه در راوند چهارم از مرحله چهارم بین او دو نفری که بیشترین راه را در میس بیشترین آرا را در میس مرحله داشته بین از او دو نفر رای گیری میشه و هر کدامش که رای بیشتر آورده مو برنده میشه. اگر ما بخوایم این پارلمان را تعریف کنیم چون تمام بحث ما متمرکز سر زمین نقطه است و بیشتر سر شکلیات انتخابات هم یکم پیچیدیم به دلیل از اینکه مسئله روشن شوه، چی فضای میتونه این پارلمان در همسویی یا در چلنج بودن با حکومت ترسیم کنه به قول شما؟ ببینید گرچند که چهره هایی که این دفعه وارد پارلمان شده اکثرا چهره های جوان هستند و اینا شاید کمتر محدود به او گرایش های قومی و سمتی و لسانی باشه. اما شما گفتید که گرایش ها فوق العاده حاکم است، بدل از اینکه در اصل یک نفر قرار بگیره که باید تعادل زبانی را در احرم نظام بگونید. خب طبیعی در نهایت وقتی که رقابت ها شدید میشه بحث ریاست یک بحث است، باز وقتی ما میریم در مسائل بعدی، مسائل قانون، مسائل برخورد با وزرا و امثال ذلک، اونجا وضعیت یک مقدار متفاوت است. امیدواری هایی که وجود داره چی فرق را میتونه بیاره؟ اگر ذهنیت موجود فیلی در درون پارلمان به ای است که هر کس بخواد به نوع قوم خود در رس قرار بده، چطور ممکن است که بازو افراد یک روز بعدش 180 درجه تغییر کنند و افراد ملی شوند برای افغانستان؟ نگاه کنید، من نگفتم به صورت مطلق رقم است، من گفتم چند تا عنصر در اینجا نقش داره. بحث گرایش های سیاسی وجود داره، ممکنه یک کس از یک قوم باشه ولی گرایش سیاسی با یک کس دیگه داشته باشه، امرای زام کاری بکنه. بحث امکانات مادی در اینجا نقش داره، بحث اونم مسائل مثلا قومی و اینا یک عناصر است که ما نمیتونیم نادیده بگیریم. بالاخره از مجموعه وکلایی که در اینجا حضور داره یک فیصدی بالاخره ممکنه که یک نوع گرایش داشته باشه، یک فیصد یک مسائل داشته باشه. ما همه را 100% نمیتونیم بگیم که کاملا خالی از این گرایش هاست. جناب پیمان صاحب حضور دارم، متاسفانه ما در دور قبلی یک از چالش هایی که در مجلس نمایندگان وجود داشت و کارکرد مجلس نمایندگان بسیار با ضعف مواجه کرد و بسیار پایین آوردیم به بحثا بود. وقتی ما از یک وزیر استضاح میکردیم و علاوه وزیر ناکارا بود به دلیل مسائل سمتی و قومی بود و دوباره رای میگرفت یا همینطور مسائل دیگه بحث امکان و این باری مثلا نیست بقیم شد کم رنگ تر هنوز ما گفته نمیتونه به خاطر اینکه ما ببینیم تجربه بکنیم که جوانایی که آمده ولی امیدوارهایی که خلق شده همی است که با آمدن شهرهای جوان شاید وضعیت پارلمان این بار کارکردهای دو وظیفه خیلی عمده برای نماینده های مردم، قانونگذاری و نظارت از عملکردهای حکومت. از آقای پیمان میپرسیم چی فرق در این دو وظیفه بین پارلمان قبلی و پارلمان جدید ممکن است پیش بینی شود از دید شما؟ قانونگذاری دیگه نظارت از عملکردهای حکومت. خب بازم یک نکته باید اشاره بکنم قبلا که اصول وظایف داخلی در موردی وقتی که ما اصول وظایف داخلی را پاس کردیم بس ریاست تمام شده بود که بعد هیئت اداری ما با سه دور بروه، در دو دور اکثریت آرای وکلا را باید بگیره، در دور سوم اکثریت اعضای حاضر مجلس را باید بگیره که نمیفهمم این نقطه را باز باید وکیل سی وضاحت بدن که واقعا هم در مورد رئیس چنین چیزی را داره میانه که باید مو اکثریت آرا را بگیره چون رئیس مجلس است، در ذهنم نیست، پوزش میخوام و میم در این مورد که وکلا به سه کتگوری تقسیم هستن و از یا باید چگونه استفاده شوه، دقیقا ما برای شما میگویم که یک جمعی بسیار کوچک و محدودی در امروز هم شاید حضور داشته باشند که اونا بعضی ارزش ها را در کشور مد نظر داشته باشند که یقینا این افراد تعداد محدودی در اینجا وجود دارند. اما اکثریت مطلق دو دور قبلی ما و دی دورم ما برای شما از همین آغاز میگویم که دو مسئله را بسیار زیاد سرش ترکیز میکنند، یک رابطه های حکومتی را، دو مسئله پوله. امی بارم که اکثریت آرا را نگرفتن اینجا آدمو دورم شاید وکیل سی بیادش باشه با پوزش که خب خود ما مزبوع مجلس بوده مال چقدر در این مسائل دخیل بودیم نبوده و قضاوتش به مردم است. اکثریت که ما در وقتی که در انتخاب هیئت اداری می آمدیم بس پول مطرح می شد، باز کسای پول هم می گرفتن، باز می گفتن که باش که به دور بعدی برای که باز دیگه مقدار پولی دیگه بیا. این دورم کسایی که رای ندادن یقینا یک مقدار حیف و میلی صورت گرفته و پوله های تبادله شده که حالی بر این مراحل بعدی باز بیشتر از این باید مصارف شوه. اگر این پول ها از مجرای فرد پیشتر شما از آقای رحمانی صحبت کردین بله. به گونه خیلی گزاف تقسیم میشه،
منفعتش در نهایت بر ازو چی است که پس جبران کنه پول خودا. و اگر این پول از مجرای حکومت و جریان های بیرون از حکومت یا رقیب حکومت مصرف میشه، چقدر میتونه تعیین کننده باشه؟ می خط تاثیر بذاره. ببینین رئیسی دارالانشای ولسی جرگه فرار کرد، همایون خان مطرح کرد که این مجرم است. هیئت اداری ما وقتی که آجی سیب عبدالرؤوف خان آمده بود، شما فکر کنین که شاید با تمام دارایش به کرایه امو چیزش بند بود، یعنی رفت آمدش و تیلش بند بود. ولی تنها در نمی شورا در نمی دورانی که ما بودیم 45 میلیون دلار بیشتر اختلاس است. اختلاس است که ایرا یک بخش طبیعتا بعضی از چهره های رعایت اداری و بخش بیشترش هم دانش های ما در این مسئله سهیم است. آره تاثیرگذاری قانون و قانون مداری هم در این مسئله طرف حکومت دروغ میگه، بس قانون مطرح نیست. کدام قوانین که مانده و اینایشه که ما پاس کردیم کدام مشا حکومت افغانستان اجرا کرده یا خود حکومت بر مبنای کدام قانون شکل گرفته؟ و امیل از که در ستره محکمه پیشتر اشاره کردم که سه نفر از های ستره محکمه کمبود است، سال هاست بگم که نیستن، تصمیم قضایی میگیرن در مورد سرنوشت افغانستان، حتی در مورد سرنوشت حکومت تصمیم گرفتن که میتونه ادامه ای کار داشته باشه، سه عضوش ناقص است و نداره. چگونه شما میتونین تصور کنین که بازی شورا آمده به اصلاح؟ پس این افراد که تا به این حال رای را خریدن، با کمیسیون ها جیبایشان را پر کردن و صندوق ها را رد و بدل کردن و بر پارلمان رای یافتن و امروز هم یک بار دیگه میخواین پول مصرف کنن تا برای یک بوجی کلان یک جوار بله، کلان بله دقیقاً ما براتون میگویم یکی از وکیل سیبا و بسیاری ها را با حفظ احترام با وکیل سیبا تعدادی داریم که ما در اوجا داشتیم که واقعا ارزش بودن برای افغانستان، واقعا اونها برای ما قابل احترام هستند که حال نام گرفتن. ما وکیلی را میشناختم که روزای اول آمده بود در تاکسی میرفت، در تاکسی میامد. خب فکر کنین که او روزی که از پارلمان میرفت چی شد چی نشد، حداقل صاحبی 10 تا لنکروزری به اصلاح زیدی زره بود. فکر کنین در کمیسیون وکیل سیب شاید داشته باشه که در کمیسیون امنیت داخلی ما بسطی لنکروزر هم توضیح شد، در بعضی کمیسیون های ما با 50,000 و 40,000 و 60,000 دلار هم توضیح شد که تا باید رای بگیره. این که جا که منافع نباشه و منابع نباشه، ارتباطات اقتصادی نباشه، ما فکر میکنم که آلی چهره ها چه جوان هستن چه پیر هستن. مسائل قومی از زمان آقای کرزی به شدت اوج گرفت و این ادامه خواهد داشت، ولی در داخل شورا همین روزم که آقای رحمانی بیشتر رای گرفته، مسائل قومی و مسائل سمتی ابدا تاثیر نداشته، اینجا مسائل پولی تاثیر داشته چون سرمایه در تر بوده نسبت دیگرا، به او خاطر رای بیشتر گرفته. دیگه ای که قانون چی میشه، کدام قانون از چی آدرس و چگونه؟ یک وقفی کوتاه. دوباره خوش آمدین. دو طرز دید یک مقدار نگران کننده است در درون، هرچند امید نسبت به پارلمانی که بیشتر از مجرای قانون شکل نگرفت و پارلمانی که با هزاران چالش حقوقی خیلی مشروعیتش کمرنگ شد و یک لطمه کران برای مشروعیتگیری یا اعتبارگیریش نزد مردم شکل گرفت، اما با تمام وجودم دو نقطه میتونه حیاتی و خیلی هم نگران کننده باشه برای افکار ما. بس استفاده از گرایش های قومی به نماینده های مجلس که تمثیل اراده جمعی مردم افغانستان را میکنن و بس رسیدن به کرسی های بلند اداری از مجرای پول، قسمی که آقای پیمان گفتن. حالا اگر کسی برای رسیدن به ریاست شاید صدها هزار دلار پول توزیع میکنه، دلیلش خیلی واضح است که گلم ای پارلمان قبل از قبل جمع است و نمیتونه حداقل تمثیل کنه اراده مردم را به منافع میده و گونه گری بزنه. و اگر روی کردها مبتنی بر اراده رای دهنده ها سوق بگیره، چقدر امی زمین هموار بر رقابت بر از او و بر تجلی تمثیل خواست اراده مردم افغانستان در پارلمان وجود خواهد داشت. در اینجا از آقای سکندری، حالا بسره که در قبال آقای رحمانی است، یک آدم خیلی پولدار و بیشترین پول هم در انتخابات پارلمانی مصرف کرد، فکر میکنم تنها چقدر ناظر گرفته بود که اگر او پول را ضرب جمع کنیم 70 برابر امو مصرفی بود که در قانون نسبت به مصرف یک چیپ تعریف شده بود. حالا ویژگی های آقای رحمانی چی است که بتونه بیشتر از همه در جرای بگیره؟
در حالی که آقای پیمان گفت حداقل ما حداقل با اونان گرداننده نمیفهمیدیم که در دور قبلی هم وکیل بودن. دور قبل که جناب وکیل صاحبا حضور داشتن، موضوع همین موضوع باعث شد که آقای ابراهیمی به عنوان رئیس پارلمان بیاد. اونجا موضوع قومی بسیار جدی مطرح بود که اگر ریاست پارلمان را در قوم تاجیک ما بتیم، ریاست جمهوری را هم قوم پشتون ما گرفته، یک تعادل در کشور شکل میگیرند که حداقل در موضوعات مهم سیاسی که اگر شخص یا فرد بخواهد برای حذف و آشیاراندن و کنار کشیدن یک قوم تصمیم بگیرند، اینجا تقابل قدرت صورت میگرفت و نمیگذاشت که اتفاق بیفته. اینا نتونستن با همی وضعیتی که کش شد بالاخره گفتن خب یک قوم سومو بریم که آقای ابراهیمی به عنوان گزینه مطرح شد و آمدن به عنوان رئیس پارلمان شکل گرفتن. آقای اجمل رحمانی یکی از ویژگی‌هاش همین است که خیلی کسایی که از احزاب سیاسی و افراد بی‌طرف سعی می‌کردن که خودشان رو به نوعی معرفی بکنن در اونجا که ما آلوده و پول نیستیم، آلوده و فساد نیستیم، اونطوری که جناب وکیل صاحب پیمان گفتن آدمای ارزشی، برای آدمای ارزشی قطعاً باز موضوع قومی و سیاسی اونجا مطرح است که باید چیکار بکنن. ویژگی آقای رحمانی بود که خب اگر واقعاً به عنوان رئیس پارلمان می‌رفت در پارلمان افغانستان، توازن قدرت در افغانستان به نوع حالت ایستای خودش می‌گرفت و یک طرفه نمی‌رفت و یک جانبه حرکت نمی‌کرد. ببین شما تکتازی‌ها و حرکتی که آقای غنی در طول مدت 5 سال کرد یک از عواملی بود که پارلمان فلج بود، چیزی ما نداشتیم. استر محکمه هم که خودش یعنی میاد، یعنی با قبل شما ویژگی یا شایستگی آقای رحمانی منسوب بودن به قومش هست تا مورد دیگه. من شما یکی از ویژگی‌هاش نمیست، بله در بین قوم تاجیک ما فعلا یکی از شخصیتایی که بتونه جایگاه قوم تاجیک را در اونجا چی ویژگی در قوم تاجیک ار بیاریم، چی ویژگی آقای رحمانی داره شما... که دیگه تاجیکا در پارلمان نداره. ببین پارلمان دور اول زمان حکومت آقای کرزی که فکر میکنم نیفهم چندم میشد، شخصیت های سیاسی بسیار زیاد بود که هم لحاظ سابقه جهاد، مقاومت، خب پرهیزکاری و مسلمان بودن و ایناشون ما داشتیم. نمیشه که خیلی هم ما دور بزنیم و با 50 دور باز با جواب بیاییم. خیلی ساده و مستقیم واضح میگم. ببین شما در درون پارلمان شاید صدها تا ده ها وکیل از قوم تاجیک باشه، چی ویژگی آقای رحمانی نسبت به اونا حداقل اگر از بود قومی شما این مسئله مطرح میکنین داره که اونا بتون بشه؟ ببین یکی از ویژگی هستش همون چیزی بود که جناب وکیل صاحب گفت که او پولدارترین آدم است و تمام تاجرها هم از او حمایت میکنن. واقعیت امره که در طول یک ماه گذشته من کمتر تاجر رو دیدم که در خانه احزاب سیاسی نرفته باشه و با آقای رحمانی کمپاین نکرده باشه. من کمتر تاجر رو دیدم از هرات، از مزار شریف، از بدخشان، از همی کابل که تو زمان هیچ وکالتش معلوم نبود و میرفت کمپاین میکرد میگفت من هستم و یا آقای رحمانی باید بیا، از همی جلال آباد، از همی خوست و اینو، حتی از قندار تاجر میشناسم، از قندار که با آقای رحمانی کمپاین. حالا اگر کسی پولدار باشه و میتونه بسیار آسان بره، این مجموعه تاجرها کاملا مشترکاً آمده بودن سر آقای که گزینه بعدش آقای هری روت است که وکیل صاحب اینجا هستن که اگر به هر دلیل آقای رحمانی رای نیاره آقای هری روت پیش میکشن میان این دور. اونا هم پولدار هستن، پولدار هستن و آدم بسیار سرمایه‌دار است و گزینه بعدی است و زور پول میتونه که بخره رای. یعنی تاجرها یک توافق نظر سریع دارن که در رأس پارلمان یک فردی که دارای پول و امکانات باشه و در این حال به چه داشته باشن که بتونن قناعت اینا رو بگیرن. چقدر بدید شما چقدر فاجعه بار است که یک پولدار یک قلدر در درون پارلمان رای را از چند تا وکیلی که وجدان و ضمیر خود بفروشه بخره و بره به ریاست؟ همونطوری که در اول جناب پیمان صاحب گفت واقعا پارلمان این دور با استثنای شخصیت های ارزشی که همه برش قبول دارن و همه میفهمن که اونا ثابت کردن خودشانه، این دور دو تا نقص داره. یک، جوان و کم تجربه زیاد است در اینجا. دو، ای حالا با برنامه ریزیش بود، خیلی میگن که با برنامه ریزی شدن که از هر ولایت یکی دو تاجر آوردن اینا. از هر ولایت یکی یا دو تاجر زبده اونا رو آوردن به هر دلیلی که بودن. حتی در دستکاری های داخل انتخابات هم سعی میکنن تاکید روی همین تاجرهایی بود که امروز در اینجا تصمیم میگیرن برای ریاست پارلمان در اونجا. خب اینا رو آوردن و اینا بیشتر اون
لیبرالیزم اصلی که دیدگاه غرب شکل میگیره را باور دارن. دیگه اونجا بحث عقیدتی، بحث مذهبی، بحث دینی را آیساسته کنار میمونن و قطعا نیاکساسته کلان به باور ما پیشتری قضیه هست. ببینیم شما ما چی ویژگی داره در بین 280 میلیون جمعیت امریکا که یک ترامپ دیوانه برایش چه باشه؟ پول داشت دیگه و این جایگاهش بود و همی آمد به همون دیوانگی خودشون رئیس جمهوری را گرفته که هر روز دغم خدا مونده مردم دغم میزنه و این وضعیت میخواد در افغانستان هم اتفاق بیفته. ممکن است چهره خیلی کارازما نباشه و یک آدم مفید نباشه، یک آدم تاثیرگذار بر جامعه نباشه، چون پول داشته و امروز محمد داور جمع میشه اون مرو میارن میگن خیلی خوب تو میتونی به امر نهی بکنی و پول است که بر ارزش ها سوار است و ارزش ها رایدت. دقیقاً همون نظام لیبرالیسم جهانی را سعی بکنه در حوزه پارلمان هم تطبیق بکنه. اجازه بس آقای اخلاقی بپرسیم، حالا یک بحثی که در درون وجود داره، حالا فاجعه هایی است که بیشتر تجربه های خیلی بعد هم در گذشته بوده و آقای پیمان روی از یک تاکید پیچید و گفت و داره آیست آیست در آغازین روزهای پارلمان هم تکرار میشه، به گونه که دیگه امید نسبت به پارلمان نداشته باشیم و در زمانی که در انتخابات حیاتی داری پول رد و بدل میشه، در اون صورت باز دیگه تمثیل اراده مردم خیلی یک چیز ایدال و اضافه در درون پارلمان خواهد بود. اما بحثی است که اگر ما این پارلمان را به چند کاتگوری تقسیم کنیم، به حساب سن و سال چقدر جوانها در این وجود داره، به حساب حزبی بودن چقدر میتونه چند فیصد حزبی باشه، به حساب پول چقدر تاجر میتونه و به حساب نماینده های حکومت چقدر میتونه نماینده حکومت رو باشه در کل، آیا کنم تقسیم بندی تفصیلی در ذهن دان دوبال شده یا نه؟ البته به صورت دقیق که نمیشه گفت، ما به می باور هستم چون در دوری قبلی هم وقتی که ما در رابطه با وضعیت اقتصادی یک تحلیل داشتیم، مثلا از بعضی از اقوام تا 80% وکلا تقریبا پولدار بودن، اما از بعضی اقوام مثلا 15% بیشتر نبودن یا 10%، مثلا از مردم ما، از مردم شیعه و هزاره دوری قبل 50 و چند نفر بود، از 50 و چند نفر 4-5 نفر پولدار بودن، بقیه اصلا پولدار نبودن. ببینید این دفعه کسایی که پارلمان آمده اکثرا از نظر اقتصادی پولدار هستند و این نشان دهنده از است که فیصد کسایی که پولدار هستند بالا هست. بعد در از نظر سنی ما فکر میکنیم که حالا ما کدام مرحله سنی را در نظر بگیریم برای جوانی، اگر ما 40-45 سال یک چی در نظر بگیریم، ما فکر میکنیم که شاید در حدود 50% یا بالاتر از 50% ما نیروی جوان این بار داشته باشیم. این مورد دوم بود. مسئله حزبی، شما میبینید که احزاب متاسفانه در افغانستان جایگاه خود از دست داده و حتی رهبران احزاب نتونستن کمو فرزندانشان بیاره کامیاب بکنه. به اول لحاظ کسایی که وابستگی حزبی داشته باشه نسبت به دوری قبل این دفعه فیصدش پایین تر است و زیاد نیست. بس ابتدای کار یک مقدار از حرکت معکوس یا منفی تاجرای پولدارا شروع میشه. تفسیر دوستا در اینجایی بود که آقای رحمانی پولدار است و به دلیل از اینکه پول داشت تانست بیشترین رای به دست بیاره و گزینه بعدی هم احتمالاً آقای هروی که چون پولدار است باشه. فکر نمی‌کنین که در ابتدا اما به اصطلاح انگلیسی استارت پارلمان افغانستان، ایجاد پارلمان افغانستان گری بخوره بر یک پدیده خیلی منفی که تمام امیدها را حداقل با کمرنگ بودن مشروعیتش دیگه مسس بود؟ ببینید شما، بحث رقابت، بحث کامپاین یک چیزی است که در تمام دنیا وجود داره. جناب استاد سکندری سی اشاره کردن که وقتی ترامپ میایه در کشور، مثلا در آمریکا، وقتی برنده میشه دلیلش چی است؟ دلیلش است که امکانات است. ببینید ما درست است که یک مقدار باید ارزشی هم فکر کنیم، اما نمیتونیم کاملا آقای اخلاقی نمیشه افغانستان با آمریکا مقایسه هم کرد. در هر جا از نظر ترکیب ساختاری هم تفاوت داره. نه امیر، ما میخوایم بگیم در هر جا اقتصاد اما کارآمدی خود داره، اما این کاملا متفاوت است با اینکه وقتی حیات اداری شکل میگیره، وقتی پارلمان استقامت خود پیدا میکنه، این پارلمان چقدر بر مبنای اصول و قانون حرکت بکنه، بحث جدا هست. وقتی چند نفر میای کاندید میشه، طبیعی است که اینا رقابت داره، اینا کمپاین میکنه. ما به عنوان یک وکیل من میتونم چرا بیا شما چرا ساده پرسون کنیم، چرا وکلا بخواین 73 رای نسبت به کلگی با آقای رحمانی بتن؟ بدل از اینکه پولدار است رو خوش دارن یا بدل از اینکه پول گرفته از آقای رحمانی؟ چی چیزه میتونه ممکن است از نظر یک تعداد
در بین از همین چهار نفر آقای رحمانی مناسب تر بوده بهش رای داده. به خاطر پولش؟ نه، از نظر توانمندی وقتی مقایسه کرده. خب هر کس هم تحلیل خود داره. برای یک تعداد ممکنه که در بین از همین چهار نفر بهترین فرد امو بوده. برای یک تعداد ممکنه مسائل قومی بوده، برای یک تعداد ممکنه مسائل سیاسی بوده، ممکنه برای یک تعداد مسائل امکانات پول بوده. اینا هر کدام به یک نحوه در این مسئله دخالت داره. من می‌خواستم اینو عرض کنم که وقتی یک کس کاندید میشه خب باید کمپاین بکنه. ما به عنوان یک عضوی که یک دورم بودیم ما میتونیم پارلمان مدیریت بکنیم، اما ما حالا نمیتونیم فامیل خود ببرم در کانتیننتال مثلا یک شب غذا بدیم، در حالی که اینا هر شب در کانتیننتال برنامه میگیره کمپاین میکنه. خب طبیعی است که ما در اینجا کم میاریم، ما نمیتونیم. ما در پارلمان بسیار شخصیت های ارزشی، شخصیت های توانمند داریم، اما اینا توانمندی نداره که بکنن که یک آغاز کشنده برای شما باشه یا نه. خب طبیعی است اگر ما از نظر ارزشی فکر بکنیم این میتونه که یک آغاز بد باشه، اما من روی از این نکته تاکید میکنیم که اگر ما یک هیئت اداری قوی داشته باشیم که اینا به قانون در واقع تندهی داشته باشه، بر مبنای اصول وظایف داخلی اینا حرکت بکنه، میتونه که یک استقامت خوب پیدا بکنه. چه قیدال شما با روی کردهایی که عملا جریان داره در تناقض است؟ خب این ما فکر میکنیم که هنوز حتی یک رئیس ما تعیین نتونستیم، بقیه اعضای هیئت اداری مانده. این فعلا بعد از آقای رحمانی یک کس دیگه به نام کمال ناصر اصولی است. کمال ناصر اصولی شدیداً همسو با آقای غنی است در حکومت و گمان زنی ها در درون همی بود که بیشتر حمایت آقای غنی پشت سر ازی است. آیا فکر میکنین که حکومت بیشتر از پیش تلاش خواهد کرد تا با پمپ پول غیر قانونی بتونه در دور بعد نسبت به تاجرای پولدار نفر خود را از بود سیاسی؟ من خیلی باورم نمیشه. البته خب اونقدر که بازار تبلیغات گرم است که های اینقدر از پول گپ زده میشن، فکر نکنم که اونقدر هم بحثی مهم باشه. اول اینکه برای همه وای کلاب نه بحث مهم نیست یا هیچ اصلا وجود نداره. نه وجود که داره، ما که پیشتر هم گفتیم ما منکر شده نمیتونیم، ولی اینکه بیا مثلا ما 250 نفر وکیل داریم، ممکن از 250 نفر 60 نفر 70 نفر 80 نفر پول بگیره، همه پول نمیگیره. باز اینا میقدر پول نیست که ممکنه برای هر نفر 5,000-10,000 دلار بده. برای یک تاجر قدر گپ زیاد کلان نیست که ای برو بگه که ما از حکومت میخوایم یا حکومت برش بده. حکومت از نظر سیاسی چی میکنه؟ مثلا ما مورد داریم که از طرف نهادهای حکومتی تماس گرفته شده که به می اصولی صاحب رای بدین نفری ما هست. خب این قدر شاید حق هم داشته باشه و این گپ بسیار چی هم نیست که ما بیم بگیم که یک تبلیغات منفی کنیم که چرا کار صورت میگیره. هر کس بنا به هم یک سلسله علایق و بنا به یک سلسله باورها و هم تعاملاتی که داره، خب میخوای از یک کس حمایت شه، یک تماس گرفتن به نظر من نه جرم است و نه کدام چیزی بدی هست. اما در اینجا بحث این است که ببینید شما در دور قبل ما 80 نفر نزدیک 100 نفر غیر حاضر به دائمی داشتیم. اینا اکثرا تاجر بودن، اینا اکثرا کارهای چی داشتن که در بیرون بودن. چرا اینا غیر حاضر بود؟ به خاطر که هیئت اداری ما ضعیف بود. اگر هیئت اداری ما اصول وظایف داخلی را تطبیق میکرد اینا نمیتونست غیر حاضر شود. در یک اجلاس 4 نفر یا 3 نفر را کشیدن، گفتن که اینا غیر حاضری زیاد داره. همین دو سه هفته مجلس پر بود. ترس بزرگی است که هیئت اداری اگر تاجر باشه اینا غیر حاضر شدن، با در صورت چی میشه؟ چون هم بیشترین کسایی است که پول مصرف کنن و تاجر هستن. این برمیگرده به یک اعضای مجلس که من پیشتر عرض کردم که اکثرا جوان اومده، که اینا چقدر احساس مسئولیت میکنه در قبال سرنوشت خود، در قبال سرنوشت جامعه خود، در قبال سرنوشت موکلین خود. اگر اعضا هم در اینجا استاد شوه و هیئت اداری محکم بگیره و اینا هم طرفدار اصول وظایف داخلی باشه، هیئت اداری به تنهایی کار نخواهد نیست. من فکر میکنم بیشتر از 5 دقیقه زیاد وقت نخواهد داشته باشه. میخوایم تقسیم کنیم از آقای پیمان که اگر پیش بینی یا تفسیر کنیم پارلمان با توجه به میزان تاثیرگذاریش و با توجه به عملکردهای درست نسبت به دور قبل، چی خصوصیت‌های خوشبینانه را میتونید در این پیدا کنین که شما را خوشبین بسازه که لااقل پارلمان میتونه باشه؟ من مختصر میگم، دوره اولی که ما دوره 15 بودیم، ما دوره 15 را برای شما اعمالی هم قسم میخورم که برین تمام وکلاشو بگردین، اکثریت شمال پای پیاده میگردن، نان خوردن شم نداره شب. و ما قسم میخورم که کس صدر پس کس گرفتگی نیست. من 3 سال معاون ولیسی جریه شدم، در 3 سال کس چای مرا خوردگی نیست. ولی دمی دوره قبل دمی انتخابات که ما هم جزی از او بودیم، من خود برات نمیتونم، یعنی ما بدون پول هیچ معامله هیئت اداری ما نشد تا رئیس ما. آلی رئیس هم آقای رحمانی را که میخوان بیارن، ما برای شما پیشتر گفتم برادری ما، دوستی ما، رفاقت ما جای جدا. وکیل سه بگویند که دمه 7 سال مای که چالان شد یا نشد چه برتری داره که پول نداره؟ خود جز پول. دو، امی انتخاباتی را که امال امینا میکنن، ایشورا از امو آغاز که امی آمده
کسای زیادی با یک آدم 700 رای داشت 4000 رای برش جور شد. خب پول داده بود. او پول باید بنوی پس دوباره به دستش بیاره. وکیلای غزنی نیستن. سبا وکیلای غزنی که میان یکیش میخواد دلش میخواد رئیسی هیئت اداری شه و در رأس ریاست بیا و با ارزشترین وکیلم در جمعشان با دانشترین باشه. از نظر قانون امینا چی جواب میگن؟ که از نظر قانون ده ها موردی است که از نظر قانون چه میگم که هیچ قانون وجود ندارد. در افغانستان بر مبنای قانون از همون روزی که آقای کرزی آمده تابال قانون یک چیزی دروغین بوده و همه که قانون میگه قانون میگه. بنان اصلا قانون یک چیزی است که اینجا بحث پول است، بحث زور است، بحث رابطه های شخصی است، بحث رابطه های حزبی، حزبی کمتر است. اینمینای که حزبی نیستن با خدا قسم اکثریتش تا پولش نگیره رئیس نمیتواره. چقدر پول پایین و بالا میشه غیر پیمان در ما فکر کنین اینمی دمی کمیسیون امنیت داخلی ما با چند تا لنکروزر هم تا بالا شد بر وکیل با هر وکیل و هر کامیش که باید رای بگیرن. حالی که دوج چی بود چی نبود ما والا نمیفهم، خدا شاهد باشه نمیفهم. در هیچ چیزی هم برند تجسس بکنید. امسال از این دهیت اداری ما هر وقت که کاندید کردیم یا کاندید شده کسای بدون پولیش کاری نشده. خب از لحاظ منطق بیشتر اینا هم گفتن خب فهم و یک ذهنیتی به دور از قومی از همش کرده که یقین دارم که آقای حسینی هم خیلی پول مصرف کرده باشه که هیچی هم نکرده باشه خیلی پول مصرف کرده. خب اون مناسب تری حال بود. هم دیدی مثبت قومی و مردی می داره که به حساب سمت سو هم دانشمندتر از نسبت به آقای رحمانی و بمی آقای اصولی بسیار بافهمتر است، با وزنتر است. او را که رای نمیتن خود طبیعی است که پولش کم بوده. ولی اینم برای شما میگویم که وکیلای یک جمعی شاید محدودی باشن که بسیار با ارزش هستن و دو دوران بودن، اما او دوره قبل اولی با هیچ شرایطی دیگه در افغانستان حتی با هم دوره هایی که در گذشته هم بوده مقایسه شده نمیتونه و او وقت واقعا نیست. اجازه بدید در سکندری همون چالش ها رو پرسان بکنیم. چی چالش هایی میتونه متصور باشه برای دوره دمی دوره جدید؟ قطعا همون مثل دوره قبلی بازم اگر موضوع رو به سمت قومی شدن حرکت بتن که باید ریاست پارلمان یا پشتون باشه یا تاجیک باشه که حالا اقوام دیگر کمتر قبول دارن در قضیه، خب باز ما به اون بنبستی میخوریم که دفعه قبل خورده بودیم و نمیرسیم به اون نتیجه. اگر موضوع رو به سمت پولی و امتیازگیری و امتیازدهی پیش میبرن احتمال زیاد که به مراحل بعدی ما به نتیجه برسیم و رئیس پارلمان ای اگرها کدام یک محتمل تر است به قول شما؟ چون در بحث اگر یک بحث خیلی عمومی بود ببین شما در اساس آماری که امروز به دست ما آمده و این اگر بخوایم تحلیل بکنیم این است که پول کارایش به می اندازه است و او 122 رای را که جناب وکیل صاحب گفتن که 50 به علاوه 1 هست را هیچ کدام اینا به این وضعیت نمیتونن پوره بکنن. پول تعیین کننده اصل عملکرد نماینده های مردم در درون پارلمان است یا شوه، چقدر میتونه از این ضعف حکومت بتونه بیشتر کارهای خلافتر را بیشتر کارهای خرابتر و فاجعه بارتر را سری پارلمان بقبولانه؟ ببین حکومت فعلا زیاد به او حد که سری سرمایه گذاری بکنه باور من نیست، چرا که انتخابات دموری داریم بسیار. و یک چالش بسیار عمده برای حکومت است و این پول قابل توجه رو فقط بسیار با هماهنگی تاجرا و سر هم کردن و گرفتن از جیب خود اینا و سر خودشون فقط چند ثانیه وقت داریم آقای اخلاقی، آخرین جنبندی رو با شما میکنیم. حالا در نهایتش تصویر شما از پارلمان چی است؟ کوتاه‌تر نگاه کنید. مشکل اساسی در پارلمان افغانستان این است که ما یک پارلمان حزبی نداریم. هر فرد یک صدا است، هر فرد یک موضوع است. لذا انمی و انمی مشکل اساسی است. ما اگر چند تا کاتگوری داشته باشیم، موزیگیری های مثلا جمعی وجود داشته باشه، ما هم کارکرد پارلمان میتونه افزایش بده. این مشکل اساسی است که متاسفانه در پارلمان داریم. تا ما سیستم انتخاباتی ما یک سیستم حزبی نشه و احزاب در اونجا نقش نداشته باشه و احزاب نه در داخل پارلمان، این مشکل به سادگی حل نمیشه. جذاب جالب است. بسیار تشکر از حضور مهمانای ما. کمتر بشر من با دموکراسی شو بسیار تشکر از شما بیدار عزیزم. شما تا بس ما رو دنبال کردید. تا بعد.